وقتی صحبت از نابغه‌های فوتبال میشه، اسمای زیادی به ذهن آدم میاد و اسم ژوزه مورینیو قطعاً یکی از اون اسماست. همه اون رو به خاطر تاکتیک‌های خاص مربیگریش و خرید بهترین بازیکن‌ها توی پنجره نقل و انتقالات میشناسن و همین ویژگی‌ها باعث شده مورینیو دوران حرفه‌ای درخشانی داشته باشه. ولی خب با این حال حتی مربی‌های نابغه و بزرگی مثل مورینیو هم بعضی وقتا اشتباه می‌کنن و می‌ذارن بازیکن‌های بسیار خفنی از دستشون در بره. توی این ویدیو هم می‌خوایم بریم سراغ یک سری از همین بازیکن‌ها. خوب میریم سراغ مورد اول، کوین دبروینه. ژوز مورینیو اون زمان به دبروینه گفت که توی ترکیب اون جایی نداره و باید باشگاه رو ترک کنه و به همین خاطرم او در سال 2014 چلسی رو ترک کرد. اما خب اون موقع کمتر کسی میدونست که چه استعداد بزرگ و درخشانی داره باشگاه رو ترک میکنه. کوین با مهارت‌های فوتبالیش و درخششش در لیگ انگلیس توجه همه رو به سمت خودش جلب کرد و به خاطر توانایی بازی‌سازیش به قلب و روح هافبک منچستر سیتی تبدیل شد. پاس‌ها و شوت‌های دقیق و دید وسیع دبروینه روی بازی باعث شد که طرفدارها از توانایی او شگفت زده بشن و به اعتقاد خیلی از طرفدارها مورینیو اشتباه بسیار بزرگی کرده. ولی خب جالبه بدونید که فروختن دبروینه تنها اشتباه مورینیو نبود و اون یک بازیکن بسیار خفن دیگر رو هم از دست داده. میرسیم به مورد بعدی، محمد صلاح. قضیه صلاح هم دقیقاً مثل دبروینه بود. مورینیو تصمیم گرفت که صلاح مصری رو به صورت قرضی به تیم دیگه ای بفرسته و همین اقدام باعث تعجب طرفدارهای چلسی شد، چون در اون زمان محمد صلاح عملکرد خوبی رو در ترکیب داشت. اگر بخوایم صادق باشیم، تیم چلسی اون زمان پر از بازیکن‌های سرشناس بود و صلاح برای اینکه بتونه توی ترکیب اصلی تیم قرار بگیره کار سختی داشت. به همین خاطر هم بود که در نهایت باشگاه او رو به آس روم فروخت. خیلی طول نکشید که محمد صلاح به لطف سرعت و تکنیکش شروع به گلزنی و کسب آمارهای فوق‌العاده توی این تیم کرد و توجه همه طرفدارها و رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. محمد صلاح که بهش لقب پادشاه مصر رو دادن، بعد از ترک روم به لیورپول ملحق شد و به خاطر قابلیت تموم کنندگی بالاش تونست گل‌های زیادی بزنه و رکورد‌های زیادی رو شکست. از اون موقع تا حالا هم محمد صلاح یکی از محبوب‌ترین بازیکن‌ها بین طرفداران لیورپول هست و هنوزم که هنوزه طرفدارهای چلسی از تصمیم مورینیو درباره صلاح گیج هستن و نمیفهمند که چرا مورینیو همچین بازیکن خفنی رو فروخت. روملو لوکاکو. لوکاکو هم سرنوشتی مشابه کوین دبروینه و صلاح داشته و بعد از خروج چلسی تونست اسم خودش رو به لیست بازیکن‌های اضافه کنه که بعد از ترک مورینیو تونستن موفق بشن. لوکاکو در سال 2014 چلسی رو ترک کرد و بعد از اون خیلی از طرفدارها نارضایتی خودشون رو نسبت به این اتفاق نشون دادن، چون می‌دونستن که چه بازیکن با استعدادی رو از دست دادن. این مهاجم قدرتمند بلژیکی به خاطر قدرت بدنی بالاش و قدرت گلزنیش بین هوادارا معروف بود، ولی خب تصمیم مورینیو برای فروش این بازیکن باعث شد که هواداران واقعا از این تصمیم متعجب بشن. لوکاکو بعد از چلسی راهی اورتون شد و بعد از اون به منچستر یونایتد پیوست و در نهایت باز هم به چلسی برگشت. در حال حاضر هم داره به صورت قرضی توی اینتر توپ میزنه و هنوز هم به گلزنی‌های خودش ادامه میده. در کل میشه گفت که تصمیم مورینیو برای فروش لوکاکو یکی از بدترین تصمیم‌های فوتبالیش بوده. لئوناردو بونوچی. لئوناردو بونوچی یکی از استعدادهایی هست که توسط ژوزه مورینیو زمانی که توی اینتر میلان بود نادیده گرفته شد و همین موضوع توی آینده اون خیلی تأثیر گذاشت. مورینیو توی دوران حضورش در اینتر لئوناردو جوان رو نادیده گرفت و همین باعث شد که بونوچی در سال 2009 اینتر رو ترک کنه و راهی تیم باری شد. مورینیو اون موقع نمیدونست بازیکنی که الان داره نادیدش میگیره قراره در آینده تبدیل به یکی از بهترین دفاع‌های دنیا بشه و توی قلب دفاعی یوونتوس بازی کنه. توانایی بازیخوانی استثنایی بونوچی، ویژگی‌های رهبری تیم و تواناییش توی شروع حملات از عقب اونو به یک ستون اصلی توی تیم ملی ایتالیا تبدیل کرد. ولی خب مورینیو اصلاً اون زمان بهش محل نذاشت و شاید این یکی از پشیمونی‌های دیگه او باشه. خب حالا بریم سراغ زلاتان ابراهیموویچ که به اعتقاد خیلی ها بزرگترین اشتباه مورینیو فروش همین زلاتان بود. البته یه سری شایعات در این باره وجود داره که میگن این خود زلاتان بوده که تصمیم گرفته اینتر میلان رو ترک کنه، نه تصمیم مورینیو. ابراهیموویچ یک بازیکن کلیدی برای میلان بود و به اعتقاد خیلی ها مورینیو قصد داشت که اونو توی تیم نگه داره. اما به هر حال زلاتان بعد از ناکامی اینتر در لیگ قهرمانان اروپای سال 2009 این تیم رو ترک کرد و طی قراردادی که بین اینتر بارسلونا صورت گرفت با ساموئل اتو مبادله شد و به این ترتیب راهی بارسا شد.
آریان روبن. آریان روبن یکی دیگه از استعدادهای بزرگ و سرشناس هست که تحت نظر مورینیو فروخته شد و به اعتقاد هوادارا فروش این وینگر تصمیمی بی پایه و کاملا بی منطق بود. روبن توی زمان حضورش در چلسی غیر قابل توقف بود و با توانایی دریبلینگ و تکنیک پای چپش همه مدافع‌ها رو گیج و مبهوت می‌کرد، اما خب با این وجود مورینیو آریان روبن رو در سال 2007 به رئال مادرید فروخت. این اقدام هواداران رو گیج و متعجب کرد. او به خاطر توانایی نفوذش به داخل محوطه جریمه و شوت‌های غیر قابل مهارش معروف بود و موفقیت‌ها و افتخاراتی که اون توی بایر مونیخ به دست آورد باعث شد که اون به یکی از بهترین وینگرهای زمان خودش تبدیل بشه. این قضیه هم نشون میده که حتی آدم‌های بزرگی مثل مورینیو هم دچار اشتباه میشن. خوان ماتا. خوان ماتا یکی دیگه از بازیکن‌هایی هست که توسط مورینیو نادیده گرفته شد و فروخته شد. خیلی از طرفدارها از این موضوع ناراحت شدن که چرا مورینیو یه همچین بازیکن خلاق و بازیسازی رو نخواسته و به اون بی‌توجهی کرده. اما خب بعداً مشخص شد چون که تاکتیک بازیسازی خوان ماتا با استراتژی‌های مورینیو سازگار نبود، مربی پرتغالی تصمیم گرفته که اون رو بفروشه. ماتا بعد از انتقالش به منچستر یونایتد تونست به عملکرد خوب خودش ادامه بده و پاس‌های دقیق و گل‌های حیاتیش تونست تا حد زیادی توی راه قهرمانی لیگ جزیره به منچستر یونایتد کمک کنه. خب حالا بریم سراغ همتیمی سابق خوان ماتا، یعنی داوید لوئیس. داوید لوئیس هم دوران ورزشیش مشابه خوان ماتا بود. او در سال 2014 به پاریس سن ژرمن فروخته شد، البته نه به خاطر اینکه با مورینیو اختلاف داشت، بلکه به خاطر اینکه به دنبال یه چالش بود و می‌خواست توی یه تیم جدید بازی کنه. در حقیقت داوید لوئیس یکی از ستاره‌های اصلی و تاثیرگذار تیم مخصوصاً توی قهرمانی لیگ قهرمانان سال 2012 بود، ولی خب به دلیل اشتیاق زیادش برای یه تیم دیگه از چلسی جدا شد. فرناندو تورس. احتمالاً مورینیو از اینکه این بازیکن رو فروخته اصلاً پشیمون نیست و تازه خوشحاله. فرناندو تورس زمانی که در چلسی بود به نظر می‌رسید که کلاً گلزنی رو فراموش کرده و با خراب کردن موقعیت‌های گلزنی حریف رو حسابی خوشحال می‌کرد. او هیچ وقت نتونست عملکردی که توی لیورپول داشت توی چلسی پیاده کنه و با عملکرد ضعیفش توی فصل 2013-2014 همه رو ناامید کرد. به همین خاطر هم مورینیو چلسی تصمیم گرفتن اونو توی سال 2014 به صورت قرضی به میلان بفرستن. بعد از اونم تورس توی میلان عملکرد خوبی از خودش نشون داد و به همین خاطرم چلسی اون رو با یک قرارداد دائمی به میلان فروخت. خب نظر شما راجع به این بازیکن‌ها و اینکه توسط مورینیو فروخته شدن چیه و به نظرتون بدترین اشتباه مورینیو کدومشون بود؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه‌ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل ورزش شاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.